یکی از مواردی که مردم همیشه بهش اشاره دارن اینه که آقا آدونیوم روی گل نداریم، مثلا ما چیکار کنیم آدونیوم بیاد روی گل، یا مثلا ما میخوایم گل آدونیوم اونو ببینیم. وقتی گیاهی مثل این که هیبرید سومالنس هستش، یا اصلا اوبسوم باشه یا سومالنس باشه یا عربیکوم مثلا معمولی باشه، اینو اصلا گلش چیز خاصی نداره که تو بخوای گلش رو ببینی. چه ویژگی داده مثلا این گل؟ میخوای با این گلش چیکار کنی؟ از این هم حتی اگه بعضن بگیری ارزشی نداره، یعنی ارزش وقت گذاشتن و صرف انرژی و اینا نداره. گیاهای مثل این باید تمام فکر و ذکر و هم و غم تولید کننده یا پرورش دهنده یا مجموعه دار خونگی، اشباز خونگی، روی توسعه کدکس شاخه ها روی فرم گیاه باشه، نه روی گل دادنش. یعنی تمام اگه تو سال تو گل هم گیاه نداد اصلا مهم نیست، فقط باید فکر توسعه گیاه باشی، توسعه کدکس باشی، آبدهی کوددهی باید به مبنای باشه که گیاه رشد کنه. زمانی میتونی به گلدهی فکر کنی که حالا این هم همچین گل شاخی نیست، یه قرمز یا سرخابی پرپره، ولی حداقل مثلا یه گیاهی باشه که گلش بشه روش کار کرد، یعنی بشه لقا داد واسه تولید رنگ جدید، یا اینکه مثلا بشه پیوند زد، یا مثلا بخوای رنگشو ببینی، یه رنگ خاص هستش وارد کردی یا از کسی گرفتی میخوای گلشو ببینی. آره اون موقع باید گل گرفتن یا گل دیدن واسه مهم باشه، نه اینکه یه گیاه معمولی که گل بخواد صورتی بده. یا گیاهای ابلق، گیاهای ابلق، حالا اینجا دیگه همه چی واسه ما مهم میشه. توی گیاه ابلق هم رشد پیوندک ها واسه ما مهم میشه، به خاطر اینکه بالاخره خب ارزشمندن دیگه، هم زیبایی خاصی دارن، همین که میشه ازشون پیوند زد، کسب درآمد کرد یا تکثیر کرد واسه دل خودش آدم زیاد کنه. و اینکه گلش هم اگه گل بده، خب ازش بعضی که میگیری، بعضی گیاه بعضی ابلق واقعا یه چیز ارزشمندیه، چه تو ایران باشه چه تو کشورهای خارجی، تو مهد آدونیوم باشه، تایلند، برزیل، هند، بعض ابلق بعض مهمیه. پس باید یکی دیگه از نکات خیلی مهمی که آدم باید تو پرورش و نگهداری آدونیوم بدونه، باید بدونه که چی میخواد، یعنی باید دنبال چی باشه تو نگهداری گیاه. این جملاتی که میگم خیلی چیزای مهمیه و اگه کسی به اینا توجه کنه مسیر واسهش باز میشه، میتونه در آینده صاحب گیاهایی باشه که هر کس از دیدنش میبینه لذت ببره. وقتی تو توی این گیاه دنبال گل باشی مسیرت اشتباه است، باید اینا رو بدونین. حالا میگم من واسه اولین بار دارم این مطالب رو توی ایران میگم، واسه اینکه این گیاه واسه من مهمه، واسه آینده این گیاه توی ایران. حالا کسی دوست داشت گوش میده، دوستم نداشت که دیگه همون روش ها میره به زندگیش میرسه دیگه.